سلام، چطورین؟ خوبین؟ آقا تصمیم گرفتم برم سفر پیش علی گرجستان. گفتم ویدیو بگیرم با هم ببینیم گرجستانو. سلام، چطورین؟ خوبین؟ سوار اتوبوس شدم، دارم میرم به سمت فرودگاه سبیها که برم گرجستان. خب اینجا من ندید بدید برای بار اول طلوع دیدم، بعدش هم رسیدم فرودگاه. سلام، چطوری؟ خوبین؟ آقا اومدم یه چیزی بهتون نشون بدم. قبلا وزکشی و تحویل چمدون رو خود پگاسوس انجام میداد و یه خود هواپیمایی ها الان دیگه اجباره که از دستگاهاشون استفاده کنیم. بله، و اینجا مشخصاتو میزنن، بلیط رو در واقع به عنوان کاغذ بهتون میدن، چمدونتون رو وزکشی میکنن. بعد از اینکه چمدونتون رو وزکشی کردید میرید اینجا و هیچ کس نیست، جیجیجینگ، چمدوناتون رو میذارید روی دستگاهشون، خودش بارکد رو میخونه و اجازه سفر رو بهتون میده. به همین راحتی برم به ما بقیه سفرم برسم. خب بچه ها دستگاهش اینه، من استارت رو میزنم دیگه، حالا زبونش رو خودتون انتخاب کنید. بعد اینجا میتونید کارت کریدیت یا پاسپورتتون رو بزنید. اینجا یه دستگاه داره واسه یه اسکن پاسپورتتون، بهتون میگه چه شکلی پاسپورتتون رو اسکن کنید. من اسکنش رو انجام دادم، اسمم حسام بود. به ما اینجا دو تا گزینه داره، میگه که کابین باگاژ دارید یا ندارید. من دارم. بعد اینجا یه گزینه داره که باید ما بزنیم الیت اویغور، ولی بزنید خایه به خاطر باگاژتون، به خاطر چمدون. باتاش براک اینجا هم دوام میکنی، من چون تحویل شدم اینو بزن میزنه. دیدی دوام هم میزنید بهتون برگه میده، بعد بهتون کیلو میده و دیگه شما میتونید برگتون رو تحویل بگیرید به همین راحتی. برگه رو هم بزنید به چمدونتون، به همراه برگتون و چمدونتون میاد اینجا. اونجا رو ببینید، میذارم روی دستگاه یه جوری که بارکد بخونه، خودش یواش یواش میبره جلو مرحله به مرحله. ایشون دیگه تحویلش داد کامل. بله، الان میره جلو. اگه شما مثل من مسافرید، امیدوارم بهتون حسابی خوش بگذره. یادتونم باشه واسه پگاسوس حتما یه خوراک همراه خودتون ببرید. خب دیگه من اینجا رسیدم باتومی، رفتم را به را غذا بخورم چون که به شدت گرسنم بود و هیچی تو هواپیما نخوردم. سلام، چطورین؟ خوبین؟ آقا من رسیدم گرجستان، را به را اومدم شاورما. خب چیزی که اینجا واسه من جلب توجه کرد استفاده از این دستگاه هوشمند بود توی محل رستوران، هم برای غذای بیرون بر هم برای ثبت سفارشتون توی محل رستوران. اینجا ساندویچ مورد علاقم رو با مشخصاتی که میخواستم و انتخاب کردم، بعد از اون نوشیدنی رو انتخاب کردم و رفتیم برای مرحله پرداخت. خیلی از افراد از این دستگاه استفاده نمیکنن و فکر میکنن فقط باید با کارت پرداختش انجام بشه، در صورتی که اینجوری نیست. شما حتی میتونید از طریق کش هم مبلغ سفارش خودتون رو پرداخت کنید. من کارت کردیت همراهم بود و تونستم از طریق کردیت پرداخت خودم رو انجام بدم، ولی اگه کش همراهتون باشه مانعی نداره. بعد از اینکه پرداخت خودتون رو انجام دادید یه برگه بهتون میده که اون برگه رو توی مانیتور منتظر بمونید تا شمارتون رو بخونه و سفارشتون رو تحویل بگیرید. من اینجا ساندویچ کوچیک شاورما سفارش دادم بدون فلفل چون که به شدت تنده، ولی ساندویچش خیلی خوشمزه بود، گوشت خوک بود. حتما حتما توصیهش میکنم، جاتون به شدت خالی بود. اینجا هم یه میک شیک خوردم جای همه تو خالی. تا دلتون بخواد توی این شهر کازینو میبینید. اینم یکی از بزرگترین کازینوهای شهر. اکثر جاهای دیدنی باتومی توی خط ساحلی قرار گرفتن که شما از کنار دریای سیاه که رد بشید میتونید تمام نمادای تاریخی باتومی رو ببینید و لذتش رو ببرید. مثلا این برج رو نگاه کنید، این برج حروف الفای گرج هست که شاخص این شهره. بعدش هم رسیدیم به این نماد زیبا
که میتونید کنارشون وایسید و لذتش رو ببرید. یه ساختمون خوشگلم داره که وصل میشه به یوروپ اسکوئر. من که عاشق یوروپ اسکوئر شدم. یک عالمه ساختمون های خوشگل و تاریخی توی این منطقه قرار گرفته با رستوران ها و کافه های خوب. KFCشو حتما تست کنید، حالشو ببرید. من که عاشق این منطقه. بعدش هم که عکس گرفتیم و بعدش هم یه دوری بزنیم. خب این تصویر رو دیدیم، تصمیم گرفتیم بریم پیزا اسکوئر رو ببینیم، ولی وقتی که رسیدیم هوا بارونی بود و تقریبا همه چی رو جمع کرده بودن. ساختمونش رو فقط رفتیم دیدیم، یه سری تاقهای قشنگ داشت و البته که کلش همین بود. فکر میکنم که یه سری کافه رستوران داره که میتونید از اینجا هم لذتش رو ببرید. یکی از غذاهای سنتی اینجا خنگالیه. بریم تستش کنیم ببینیم چه مزه است. خنگالی. اینو ببینید، گوشت داخلشه. این مدلیه. برشش زدم ببینید. خب هرچقدر از نظر من پیزا اسکوئر هیچی نداشت، با این مجسمه حال دلم خوب شد. یه داستان عاشقانه از علی و نینو که میتونید مجسمه هاشو ببینید، فوق‌العاده زیبا بودن. از دل هم رد می‌شدن. خب این مجسمه زیبا هم واسه من جلب توجه کرد. فواره نپتون که نزدیک تئاتر شهر قرار گرفته. عاشقش شدم. خب هوا خوشگله، بریم تلکابین. چقدر خونه های قشنگ ییلاقی اون بالا بالاها قرار گرفته که از دیدنش کیف کردیم. دریای سیاه هم که زیبایی خودشو داره. اینجا هم یه عکس گرفتیم، بعدش اومدیم پایین غذا خوردیم و برگشتیم. اینجا هم طبق معمول من با لباسم مشکل دارم، نه هوا سرده نه هوا گرمه، نمیدونستم مناسبه یا نه. بعدش هم رفتیم توی کوچه پس کوچه ها دنبال ساختمون های خوشگلی که توی عکس ها دیدیم. یک عالمه ساختمون های بلند و مدرن. من که دوست داشتم، شهر بسیار مدرنی به نظر میرسه، البته که کوچه پس کوچه هاش اینجوری مدرن نیستن. خب برای خوشحال شدن پای دوربین ببینید. کارت. الان من سنبول از کجای با تو میپیدا کنم؟ چرا؟ سنبول ها فرق میذارید. یه سنبول اگه دیرم نیومد اینا که نمیدونم سنبول چیه، من نمیدونم سنبول گل چی میشه، باید چیکار کنم؟ ای بابا. خب از اونجایی که نوروز واسه من همیشه مهمه، تصمیم گرفتم با حداقل یه سفره هفت سین بذارم. نتیجه شد این. سنبولم هم گرفتم، گلم گرفتم. امیدوارم امسال پر از خیر و برکت باشه، هم واسه ما هم واسه شما. بعد اینکه کنار عزیزاتون باشید و خیر و برکت واسه تون باشه دیگه همین. شبش هم که کنار دوستامون بودیم، کنار دوستامون تا صبح بیدار بودیم، بعدش هم برگشتیم اتاقمون و دقایق سال نو رو کنار هم دیگه بیدار بودیم. اینجا هم دیگه سال تحویل شد و ماچ و بوس و رقص و اینا. ایشالا خیر و برکت باشه. فرداش هم که سبزی پلو با مایی خوردیم. طبق معمولم من سردیم کرد بعد از سبزی پلو با مایی. تصمیم گرفتیم بیایم کروسان بخوریم. کروسان و چای. کروسان های باتومی حرف نداره. یا قمر بنی هاشم. یعنی فول شکلات آدم کیف میکنه ها. خب اینجا مردم به خاطر فوتبال خوشحال بودن. خب دیگه مسافرت 12 روزه من تموم شد و برگشتم ترکیه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. دوستتون دارم. مراقبت کنید از خودتون. به امید دیدار.